برگ زندگی انسان هاست. تورات مجموعه از راهنمایهای معنوی، اخلاقی، کشاورزی، پزشکی، دامداری، رفتار انسان با انسان، تاریخ یهود، چطوری این ملت به وجود اومد، اینها رو من بهش احترام میذارم و این رو یک کتاب مقدس میدونم. ولی این از آنچه که با آنچه که گفتم هیچ گونه تناقضی نداره. من فرد سکولار هستم و به تورات از دیدگاه یک کتاب فرهنگ و اسطوره ملت یهود نگاه میکنم و افتخار میکنم که تورات اولین کتاب دنیا بود که در آن نوشته شد قتل مکن، دروغ مگو، به مال دیگران چشم طمع نداشته باش. اینها رو تورات در چند هزار سال پیش نوشته. هیچ کدوم از اینها رو شما در کتاب مقدس هیچ دین دیگری نمیتونید پیدا بکنید. در اون دورانی که انسانها رو مثل آب خوردن میکشتن، تورات میاد و میگوید که قتل مکن. اینها رو من احترام میذارم و احتیاج نیست که آدم باور مذهبی تعصب گرایانه داشته باشه. میتونه سکولار باشه و با بی‌طرفی قضاوت بکنه و ببینه که کتابی به ملت‌های جهان اعطا شد در چند هزار سال پیش که پر از معنویات، پر از راهنمایی برای زندگی است و حتی به شما یاد میده که چطوری کشاورزی بکنید، در چه دوره بذر فشانی بکنید، در چه دوره محصول بکنید. و تکرار میکنم که در دین یهود اعیاد بسیار زیادی وجود دارد. بله آقای منشه امیر، در کتاب تورات این چیزها رو آموزش میده، قتل آموزش میده، چجوری مثلا باید چجوری آدم رو بکشی، چجوری زنان باکر نیستن رو به قتل برسونی، همه اینا رو آموزش میده. در کنارش کشاورزی، اینا هم ظاهرا شما گفتی آموزش میده، شما چرا کشاورزی اینا رو ازش یاد نگرفتی، فقط کلاشی رو یاد گرفتی؟ آقای منشه امیر، در کتاب توراتی که شما بهش اعتقاد داری به عنوان یک کتاب آموزشی و فرهنگی و اجتماعی، آیا کتاب تورات به شما یاد داده در شرایطی که شما متأهل هستی بری با یک زن دیگه رو هم بریزی و بعد از مدت‌ها که باهاش همبستر می‌شدی و بزنی زیر گوشش و مجبور شی در دادگاه اسرائیل 25,000 شکل جریمه نقدی بدی؟ ما تا الان نمیخواستیم به مسائل شخصی تو بپردازیم. اون خانمی که با شما کار میکرد سری قبل، وقتی که ما مطرح کردیم که در هر استدیو شما یک اتاق خواب داری که همکاران جنس مخالفت اول باید بیان در اتاق خواب بخوابن و با شما هم بستر بشن، اون همکار خانم شما صبح ساعت 6 تماس گرفت با ما و با گریه گفت که دیگه شوهرم به من دست نمیزنه، شوهرم میخواد منو طلاق بده، موشه عمرانی غلط کرده، گو خورده، اینجوری گفته. شما رو آورد ساعت 6 بعد از ظهر روی خط و شما گفتید که دیگه همچین غلطی نخواهند کرد، ولی این سگ‌های هار دور و بر شما ظاهرا زیادی بهشون استخون دادی، دوباره هار شدن. آقای منشه امیر، اگر در حالت طبیعی و نرمال و عادی همین جوری یه مگس اب بغل تو رد شه و بادی از معده‌اش خارج شه، تو پودر میشی میریزی رو زمین، یعنی از مرز فسیل رد شدی. بعد از 60 سال مبارزه کردن با تمامیت ارضی ایران، با منافع ملی ایران، بعد از 60 سال مبارزه کردن با مردم ایران، اگر یه سرجو شرف داری، اگر پدرتو میشناسی، تموم کن داستانا رو. امثال ماها چیزی برای باختن نداریم. یا بفهم یا هر جوری شده بد میفهمونیم. ما که میدونیم امثال تو اون شریک خودت، حالا شهرام شارلاتان، بعد از آزادی ایران بر نمیگردید. این سگ و سولاتون هم مثل همین ارازل و باشی که هر کدوماشون از توی کون یه سوسک از فاضلاب زدن بیرون، مثل موشه امرانی و رانی امرانی و سگ و شغال و دزد و قاچاقچی و همه اینا که سر و تهشون همه رو بریزی تو چرخ گوشت،
اندازه یه تار گندیده یه آدمی که توی ایران داره زحمت میکشه و تلاش میکنه یا مبارزه میکنه در نمیاد. هیچ کدوماتون بر نمیگردید ایران، چون وجودشو ندارید، جنبشو ندارید، اون دوتا چیزایی که میخواد رو ندارید برگردید ایران، چون میدونید که جوانای ایرانی با هاتون چه کار خواهند کرد. اما یک بار تو طول عمر کثیفتون بفهمید طیف صهیونیست ایران رو داره نابود میکنه. به ما ربطی نداره صهیونیستا میخوان برن اتیوپی رو نابود کنن، میخوان برن آمریکا رو نابود کنن یا کل اتحادیه اروپا رو نابود کنن. دغدغه و مشغله فکری ما ایران ماست. ایران ما برامون اهمیت داره که شماها نابودش کردید و فردا روزی تمام شماها تو ایران پاتون گیره. هی نیاد برای ما جست روشن فکری بگیرید، قیافه بگیرید. نسل جوان ایرانی پوست شما رو زنده زنده میکنه میکشنتون تو دادگاه. حالا برید اونجا برای ما تو بازار مسگرا فندقی در کنید، بگید که آی موساد میاد میکشدتون، موساد میاد سرشو میبره. بابا قبلن ها طبق آین یهودی بریدن، آقای موشو قربه گفته میان پیدات میکنیم. مگه ما گفت میان پیداش میکنم، مشکل نداره، پیداشون از ارمنستان اخراجت میکنیم، حرفت میکنیم از بله نشون دادم بیرون. بله مطالبی که نوشته بودن نشون دادم. ما اولا که گم و گور نیستیم، همیشه پیداییم، هر موقعی هم هر جای تجمع هست ما همون وسط تجمع ایستادیم و با صدای بلند همیشه داریم حرفمون رو میزنیم. عقب نشینی هم نکردیم تا الان. هر کی هم دو تا چیز داره بلندش بیاد، ما در خدمتش هستیم، چه در دانمارک، چه در آلمان، چه در سوئیس، هر جایی که ما برنامه داشتیم در خدمتتون هستیم. ادعا نکنید الان 4-5 ساله شما میخواهید من و سعید قاسمی رو از دانمارک و از سوئیس دیپورت کنید ایران، میخواهید ما رو بکشونید دادگاه به جرم ضد یهود و ضد نمیدونم اسرائیل و این اراجیف و مهملات. حالا آیه دکتر سروش مهراد هم اضافه کردید. ما از این چیزا نمیترسیم، دغدغه ما کشورمونه. اگر شما جهان وطن هستید، اگر شما بی وطن هستید، اگر شما پدرتون رو نمیشناسید، اگر شما هر لحظه پدر عوض میکنید برای مادرتون و راضی میشید مادرتون رو زیر هر پدری بخوابونید، ما اینجوری نیستیم. ما یه پدر داریم، یه مادر داریم و بابتش سرمون رو میدیم. آقای موشه عمرانی دنبال پدرت میگردی؟ یه چند تا از این پدرات نه اینا ببینید کمال پوره که داری چیزش میخوام سخن شما رو میبرم. اینها به خاطر یک وجب از خاک اسرائیل کل ایران رو حاضرن به آتش بکشونن و خاک ایران رو به توبره بکشن. من میگم من امروز همه اون بخشا رو نتونستم بخونم، زمان نیست. آقا شما همین فکر، همین اندیشه 15 تا ملت باستانی رو نابود کرده. همین آقایون اعلام کردن که اگر اسرائیل اراده بکنه با دو تا بمب اتم میتونه کل ایران نابود کنه و آرزوش این هستش. این فرد و این افراد مثل همین افرادی که در رادیو تلویزیونهاشون دائما میان حرف سعید قاسمی و مهران کمالپور و سروش مهراد رو میزنن که برنامه هاشون مثلا بلچه. خب بکنید، اینقدر بکنید، ما ارباباتون رو کار داریم. شما کی هستی؟ شما پس رده. اگر یک سر سوزن اندازه یک ارزن شرف داشته باشید، دلتون برای کشورتون خواهد سوخت و میفهمید که چه خیانتی، چه جنایتی شما دارید به عنوان نسل بعد از 57 در قبال کشورتون انجام میدید با این اراجیف و مهملاتی که میگید. همین شخصی که آقای دکتر آرزوش اینه هواپیماهای اسرائیلی خاک ایران رو بمبارون بکنه و دلش برای مردم کشور خودش نمیسوزه، همین کسی که خجالت میکشه اسمش ایرانیه و بلافاصله میره اسمش رو عوض میکنه، اسرائیلی و یهودی میذاره، اسم بنی اسرائیلی برای خودش انتخاب میکنه، یعنی از اصالتش خودش فراریه، چطور میتونه الان بیاد دغدغه‌شو اعلام بکنه که ایران من ایرانم فلانه؟ همین قلندر اسگل زده اسمشو قلندر عاشق، این اشتباه زده عاشق قلندر دروغ میگن. چون شیعیان تقیه رو از تورات گرفتن، اینا هم دارن اینا هم مثل آخوندهای مولای شیعه دارن تقیه میکنن.
دقیقا من در رابطه با آقای دکتر سعید جان در رابطه با این قلندر عاشق من تحقیق کردم، دلیل انتخاب قلندر عاشق رو فهمیدم چیه. من تا الان وقت نکرده بودم بگم. این یه لکنت زبون داره، اولا قاشق رو میگه عاشق، خب میخواد بگه قاشق میگه عاشق، بعد میخواسته بگه قلندر قاشقی شده قلندر عاشق. این چون یکی از اون هزاران پدرش اینو از روی فرش با قاشق جمع کرده و تبدیل به یک موجود کریه کرده، سعی کرده اون ذات خودش رو در پیدایش و اون خلاقیت اسمی به سایرین معرفی کنه. اما آقا شروع کردن برای عکس زنان بچه مردم رو پخش میکنن، نمیدونم عکسای سکسی میذارن همین نوچگان و شاگردانه. اصلا دکتر مهراد جان عکس، اگر آقای دکتر ببخشید سعی جان، این داستان عکسایی که منتشر کردن مربوط به دو سال و نیم پیش بود، اینا دیدن میدونن ما وارد مقوله زندگی شخصی افراد نمیشیم، ما جنگمون با جمهوری اسلامی و مافیایی که در خارج از ایران هم جمهوری اسلامی رو آورد هم 41 سال جمهوری اسلامی رو لای زرورق نگرشون داشت، لای پرگو نگرشون داشت و حفظش کرده، با اینها میجنگیم. کاری نداریم این افراد بیان انقدر فیلم و عکس و اینا درست کنن پخش کنن، اصلا کاری نداریم. ما نه اینکه اصلا مهران جان هستی بحث اینجا کجونو برای بیرون اصلا برنامه را قطع شده. سعید جان اجازه بده. نه اصلا اینا در این اندازه نیستن که شما بخوای وقت براشون بذاری. برو سراغ اصل جریان خود کار داریم. برنامه تموم بشه. الان تایم دیگه نداریم و رفتیم به قسمت بعدی اتوماتیک. نه ما ادامه برنامه‌مون چی شد؟ ادامه نمی‌تونیم ادامه بدیم. حالا بدید یه مسئله ای رو من اگه امکان داره عنوان بکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. ببینید اگه پروانه بدید اون بخشایی که در رابطه با برنارد لوئیس و برنارد هانلی دوی و این جک و جونورای صهیونیست وحشی ایران ستیزه و ادی کوهن رو اینو بذاریم برای برنامه فردا و این بخش رو چون زمان دیگه نمونده، میدونم شما هم یه سری بخشا رو می‌خواستین مطرح بکنید، برنامه امروز رو از طرف خودم از این بخش رو من به پایان برسونم. بقیه سخنانم که در رابطه با مأمورین صهیونیست هایی که مأمور تجزیه ایران در این چند دهه گذشته بودن و بخششون یکی دوتاشون مردن، چند تاشون هنوز خبر مرگشون زندن و به شغل به پیشه ناپاک ایران ستیزی و نقشه برای کشتار ملت ایران مشغول هستن رو بگذاریم برای فردا. من فکر کنم آقای دکتر الان دیگه روی بحث موارد شما نتونیم برسیم، چون دقیقا الان ما 45 دقیقه بیشتر زمان نداریم. 3-4 تا مقوله مهم. نه من گفتم برای فردا اگه پروانه بدید. نه بله ما اگر اجازه بدید این 3-4 تا بحث خودمون رو مطرح بکنیم، بعد برای فردا به بقیه موارد شما بپردازیم. بسیار بسیار از شما و از کدبان قاسمی گرامی و بینندگانی که در این 3 ساعت و خورده گذشته با بردباری به این بخش ها گوش فرا دادن و دیدن اسناد و مدارک دست یکم یا اول رو و این ببخشید از این دهشتنامه یا وحشتنامه براتون خوندم، ازتون پوزش میخوام. همه شما رو به خدا ایران زمین میسپارم، بهترین ها رو برای ملت ستمدیده ایران که آزادی است و تندرستی و شادی است آرزو دارم. پاینده ایران جاوید جان. سپاس دکتر سروش مهراد. بدرود. خب دوستان چند تا بذار من ادامه بحث چیز چون قبلی رو با شما با دکتر سروش مهراد بدم که گفتم اصلا به این جانوران اصلا نپردازید، اسمشون هم حتی نباید بیاری. ببینید گفتیم تو صحبت قبلی وقتی ریشه رو میزنی قاعدتا و طبیعتا شاخ و برگ این درخت شروع میکنن به لرزیدن. رستاخیز سیمرغ مخصوصا توی چند برنامه گذشتهش یکی از حساس ترین ریشه ها یا پایه های منافع این مافیا رو هدف گرفته که انگل ایران ستیزی بود به اسم شیپور بختیار یا شاپور بختیار. و وقتی این قسمت در کنار منشه منوچهر ساشوشی که قبلا رسوا شد، ستروس که قبلا رسوا شد و امثال اینا فکر این رو نمی کردن که یک روزی اون فریبی که سال 57 دادن دستشون برای ملت باز بشه که
جمهوری اسلامی بگه مرگ بر اسرائیل، اینا بگن مرگ بر جمهوری اسلامی و امثال اینها. و دو اینکه افراد فیکی مثل شاپور بختیار، مثل قدرت الله همایون و امثال اینها رو یک روزی آدمهایی پیدا بشن و بیان اینا رو باز کنن برای مردم نشون بدن که آقا این هم دروغی به اضافه دروغهای دیگه است. بنابراین وقتی شما داری ضربه میزنی و ریشه رو میزنی، طبیعتاً جکوچه نبرایی هم مثل موش و این آتاشخاله هم پیدا میشن و این وسط واقعای خودشون میکنن که اصلا مهم نیستن، اصلا در اون اندازه نیستن که بخوای ما در موردشون صحبت کنیم. خب این بحث رو ببندیم بریم سراغه. خب من یه مطلب خیلی کوتاه فقط بگم در رابطه با اون ویدیو افشاگری که در رابطه با من بود، که چون در بخش ارتش زیاد کار داریم الان سریع ردشیم بریم. این آقا رضا دزده دوستم یه ویدیو افشاگری گذاشت در رابطه با من. من فقط خیلی کوتاه بگم چون اینم اصلا مال این حرفا نیست، من فقط خواستم یه تشکر ویژه ازش بکنم. دفاعی که آقا رضا دزده در طول این ویدیو 3 ساعت خورده‌ای از من کرد در طول یه برنامه، تا الان در طول این 5-6 سال در اپوزیسیون کسی همچین دفاعی از من نکرده بود. واقعا من فقط تشکر میکنم. چند تا مطلب رو میخواستم بهش بگم. یکی این که آیه رضا دزده، اون کسی که تو ویدیو انقدر اصرار داری در فیلم آژانس شیشه این مهران کمالپوره، ابله، اون مجید مشیریه. بعد در کامنت اومدین اون نقشی که من ایفا کردم و عکسشو گرفتن بقیه گذاشتن اونجا. و دومین مسئله این که میگه بعد از آژانس شیشه من کاری نکردم در سینمای ایران. آژانس شیشه مربوط به سال 1376 هست. من بعد از اون 3 تا فیلم سینمایی تا سال 80 کار کردم و تمام مصاحبه های من به عنوان یک سرمایه گذار و تهیه کننده تا 1386 در روزنامه های مختلف در رابطه با فیلم های سینمایی مختلف هست. و یکی مثل علی ناجوانمردی میاد یه بار میگه 2 تا پروژه سینمایی کار کرده، یه بار میاد میگه آژانس شیشه ای کار کرده. من در برنامه های دیگه، در گفتگوهای دیگه اینو مطرح کردم کلن که چند تا فیلم سینمایی کار کردم، چند تا تلفیلم کار کردم، چند تا سریال کار کردم و همه اینا رو من قبلا توضیح دادم. اما آقای رضا دزده، من آخر نفهمیدم تو این مطالب، من بالاخره در رابطه با مؤسسه حافظ سرمایه گذار بودم یا نبودم یا یه وکیل بودم، چی بودم بالاخره؟ 190 میلیون دلار پول رفته از اونجا، من 190 میلیون دلار پول داشتم. اگه من پول داشتم پس چطوری پول خودم برداشتم؟ بعد من پول گذاشتم برای مؤسسه حافظ، بعد چجوری من اگر اختلاس کردم با 2500 یورو اومدم بیرون؟ ولی در نهایت اون مطالبی که خوندی، دمت گرم، بهترین دفاع رو در طول این 5-6 سال اخیر آقا رضا دزده تو از من داشتی و حالا هر کسی اینو برات فرستاده، من نمیدونم کی بوده، ولی دمت گرم این دفاع رو از من کردی. سعید جان برو بریم رو ارتش. نه بذار منم یه پاسخی اینجا به این بی پدر هزار پدر بدم که فکر میکنه هر کسی که سیبیل داره پدرشه. ببین آقای کلاغ، اگه خواستی واقعا پدرتو پیدا کنیم، ما اصلا قصدی رو نداشتیم که همسر تو اصلا باور کن به مرگ هزار تا پدرت، به مرگ پدر خوندت شهرام همایون، به مرگ به ارواح خاک اون یکی پدر چاپور بختیار و همسر جانوران اصلا عددی نیستی که بخوام بهت بپردازیم. ولی یه مطلبی رو گفتی که اونم اون بلاییه توی لندن اومده بود، مثل که گفته بود. من چون چیزی که واقعیت ها همیشه گفتم، سال 2012 اون موقعی که تو زندان داشتی برای این یارو افغانه و این یکی پاکستانی، تو زندان داشتی قنبری میکردی، میدونی که قنبر آشناه برات این جمله. اون موقع که ما توی 2012 که توی ایران آریایی برنامه داشتیم، من خودم بارها و بارها در مورد حفاظت اطلاعات سپاه، پادگان مطهری و دوره سربازی خودم و بسیاری اتفاقات دیگه که بعداً خیلی از پروژه‌های جمهوری اسلامی رو به هم ریخت توضیح دادم، برنامه گذاشتم. ابله، با قول اشکان پابلیشر، آخه به هر حال همه اینا مستنده توی فضای مجازی، ما چیزی برای پنهان کردن آقای کلاغ نداریم. اما اگر میایم شاپور بختیار، قدرت الله همایون و دیگران رو افشا میکنیم، فهمش برای آدمهای کوچک مغز و آدمهای نخود مغز و آدمهای دزد، قاچاقچی،
و جعل اسکناسکار و دستمال به دست منوچهر ساچمه‌چی، اینجا سخت فهمش برای شما. چون ما معتقدیم کشور ما ایران است، ایران داره نابود میشه توسط فریب بزرگی به اسم دشمنی جمهوری اسلامی و اسرائیل و امثال این جک و جنبرایش که شما میبینید. اون روزی که ما بر علیه شهرام همایون ها پروژه اللهیار کنگلوها که نیروهای هشت و شبی آزادن بیان و امثال اینا برنامه میساختیم، تو برای شهرام شالاتان دم تکان میدادی، ما داشتیم مستند قدرت الله همایون، شاپور بختیار، اللهیار کنگلو، شهرام پدرت، شهرام همایون که حالا یه ضرر هم کردی لاغر بگمونم یه ده باری مادرتو خدمت ایشون فرستادی، عکساش خودت گذاشتی آقا ایوناس، خودش عکساشو گذاشت، من نمیدونم عکساش بود که مادرتو فرستادی پابوس شهرام همایون. آخرش هم اینی که اتفاقی که افتاد. به هر حال اون مطلبی که شما گفتی، من خودم در مورد سربازیم، دوره سربازی خودم سال 1378 توضیح دادم بارها بارها، میتونی سرچ کنی توی یوتیوب و بری برنامه های ما رو ببینی، شاید خیلی چیزهای دیگه هم اونجا به دستت بیاد، شاید هم یه جورایی بتونی این وسط وسط ها پدرت هم پیدا کنی. حالا بریم، حالا بریم. بله دوستان، ما در رابطه با طرح میثاق ولایت صحبت هایی رو کردیم، مطالبی رو از فکر میکنم حدودا 8-9 ماه پیش منتشر کردیم و خیلی سر و صدا کرد، مخصوصا در رابطه با افشاگری محمود احمدی نژاد که اومد نامه‌ای رو زده بود برای مراجع تقلید در قم و این ما منتشر کردیم و حتی نامه مکارم شیرازی رو منتشر کردیم که سر و صدا خیلی زیادی مخصوصا در مطبوعات داخلی کشور داشت و حالا بخشیشون تکذیب کردن، ولی عملا دارید میبینید که این تر داره اجرا میشه. در یک بخشی از این تر ما اعلام کردیم که 3 ماه یا 2 ماه و نیم قبل از دوره 11 مجلس شورای اسلامی یا همون طویله آخوندی اعلام کردیم که این مجلس یک مجلس کاملا نظامیه و 100% بعد از روی کار آمدن طبق طرح میثاق ولایت باید پا رو بذاره رو خرخره حسن روحانی و دولت حسن روحانی و اینا رو بکشه به استیزا. این قسمتش هم دیدیم که همین اتفاقات داره رخ میده تا زمینه رو آماده کنن برای حوادثی که در بعدش حتی ما تا اسفند امسال رو اعلام کردیم. اما یک بخشی رو حدودا 2-3 هفته پیش آقای قاسمی مطرح کردن در رابطه با یک بخشی از طرح میثاق ولایت مربوط به پروژه ترور افسران ارتش در بخش‌های مختلف سه قوه، هوایی، دریایی و زمینی، و یک تعداد از امیران و 45 تن از افسران ارشد ارتش. و متاسفانه این اتفاق رقم خورد و شما شاهد هستید که 2 تن از این فرماندهان کشته شدن، اما صدایی از کسی در نیومد. به همین دلیل ما میخوایم این بخش رو یه مقدار بازش کنیم، ببینید چه کسانی کشته شدن و چرا ما مردم از ارتش حمایت نمی کنیم، چرا ما سکوت می کنیم، چرا حواسمون نیست که تنها راه پیروزی مردم ایران ارتش ایرانه، نه ارتش آمریکا، نه ارتش اروپا، نه ارتش ناتو، نه ارتش اسرائیل، که تمام اینها دنبال منافع خودشونن. اگر ما از ارتش کشور خودمون حمایت کنیم، ارتش ایران آماده ورود به میدانه. جناب قاسمی بفرمایید. بله، یکی از مهمترین قسمت‌ها اینجاست. من قبلش یه 2-3 تا مطلب رو توضیح بدم دوستان. اتفاقاتی که اخیراً داره الان توی کشور ما میفته، جمهوری اسلامی چون جریان اصلیه یا رسانه‌های جریان اصلی مافیایی دست ارباب‌های جمهوری اسلامی هست، بنابراین به خوبی میدونه چیکار کنه، از چه حرکتی، از چه موقعیتی کی استفاده کنه برای انحراف افکار عمومی. در مورد قرارداد 25 ساله‌ای که با چین جمهوری اسلامی اخیراً صداش در اومده، ما حدوداً فکر می‌کنم جناب کمالپور دقیقا در مورد این قرارداد شهریور گذشته
هست برنامه ما در زمان سری دوم نفوذ در قلب دشمن که تماس میگرفتیم به نماینده های مجلس اینو اعلام کردیم، حتی با نماینده های مجلس اینو مطرح کردیم. دقیقا ما همه اینا رو گفتیم. حالا اگر شما اپوزیسیون ها و افراد رادیو تلویزیون ها دوست داشتید خواب بمونید، ما حتی تعداد نیروهای نظامی که چین قراره بیاره که 5000 نفر هم هست، ما اینا رو مطرح کردیم و گفتیم، ما این اختیار رو دادیم. اما یه اتفاقی خیلی خیلی مهمی این وسط داره میفته. چند روز پیش، چند وقت پیش اگه خاطرتون باشه، اون جریان اختلاس ها و قوه قضاییه و شکاف بین سران جمهوری انگلشان آخوندی و صادق آملی لاریجانی و امثال این جانوران داشت رسانه میشد که اون یارو قاضیه رو توی رومانی حالا یا فراریش دادن یا مردون ننش یا هر کاری باش کردن و امثال اینها، علی خامنه ای اومد یک پیام فرستاد که آقا دیگه کشش ندید، صادق لاریجانی یک آدمی بود که خودش یک تنه وایستاد مقابل فساد و بعد از این که دیگه کشش ندید، تمام اون اخبار به حاشیه رفت، تمام اتفاقات قبلش به حاشیه رفت، کشتارها و آتش‌سوزی‌ها، آتش‌سوزی‌های جنگل، همه اینا به حاشیه رفت و بسیاری مطالب دیگه به حاشیه رفت. و چی افتاد وسط؟ قرارداد 25 ساله چین با جمهوری انگلشان آخوندی که این قرارداد هم ما قبلا در موردش صحبت کردیم، همین الان هم اعلام میکنیم هر گونه قرارداد با جمهوری انگلشان آخوندی از نظر مردم ایران و از نظر من ایرانی و جناب کمالپور و دوستان دیگه همون مردوده و در آینده اینا خود این کشورها ضرر میکنن در حقیقت. اما چیزی که الان جناب کمالپور در موردش توضیح داد، دوستان، مردم ایران یک شانس بیشتر ندارن. گفتم جمهوری، رژیم جمهوری انگلشان آخوندی، دست راست همین مافیایی که داریم صحبت میکنیم، اپوزیسیون این رژیم دست چپ این مافیاست که اپوزیسیونش هم که دیگه دارید میبینید دیگه، خودتون همتون دارید میبینید دیگه. و تنها چیزی که ایران و مردم ایران رو میتونه نجات بده حمایت ارتش ایرانه، ارتش ایران و مردم ایران. حالا این وسط مطلبی که با در رستاخیز سیمرغ پنجشنبه 12 تیر ماه اعلام کردیم و همه سعی کردن گوشاشون رو بگیرن، یه سری مسخره کردن، یه سری گفتن اینا علم غیب دارن، یه سری حالا مزخرفاتی که گفتن. اما دوستان تو طرح میثاق ولایت طبق اخبار دقیقی که همه جای این بدنه جمهوری انگلشان آخوندی آدمای وطن پرستم هستن، آدمایی هستن که دلشون میسوزه برای ایران، آدمایی هستن که میبینن چه اتفاقی داره میفته، خودشون نمیتونن کاری بکنن اما میگردن آدمایی رو پیدا میکنن مثل ما که این رو به گوش هموطنان برسونن. اگر همون 12 تیر ماه همین ویدیو طرح ترور امیران ارتش رو همه با هم جهانیش کرده بودیم یا حداقل در فضای اپوزیسیون خارج از کشور پیچیده بود، شاید خیلی از این اتفاقاتی که الان میخوایم در موردش صحبت کنیم نمیافتاد. ما در ارتش ایران خیلی محدود آدمهایی رو داریم که این آدمها آدمهایی هستند که برای خودشون تو بدنه ارتش اسطوره‌اند، قهرمانند. یعنی یک سرهنگ ارتش، سرهنگ که حالا در موردش صحبت میکنیم، این آدم فقط سرهنگ نیست، این یک قهرمانه، این یک بخش بزرگی از ارتش به این آدم احترام میذارن، این آدمو میشناسن، این آدم میتونه یک حرکتی بکنه و اون بخش ارتشو با خودش همراه کنه. بنابراین جمهوری اسلامی طبق اون مطلبی که آرجام کمالپور توضیح میده داره دونه به دونه این آدما رو از صحنه حذف میکنه و اگر این آدما از بدنه ارتش کشیده بشن بیرون، ما دیگه چیزی به اسم ارتش هم نداریم و در حقیقت میشه سپاه، ارتش سپاه و بسیج سپاه. و عملا مردم ایران اگر بخوان مقابل اهریمن بیستن، ابزار و یا بازوی نظامی وطن پرست خودشون رو از دست میدن. چرا؟ چون جمهوری اسلامی میدونه داره چی کار بکنه که این ارتش رو عملا خونساش کنه. و این اون نکته مهمی بود که هر هموطن من، هر ایرانی باید روش کار میکرد و باید این طرح ترور امیران و افسران ارتش رو به قول معروف بهش بالو پر میداد، گسترشش میداد که لااقل مانع این کار بشیم. سرعتش رو کم کردیم ولی نتونستیم تا الان مانعش بشیم. بفرمایید مراجع. خدمت رو عرض کنم که در رابطه با پروژه‌ای که داره سپاه انجام میده، اگر
موفق بشه این مسئله که آقای قاسمی گفت به اجرا در بیاره، عملا یعنی دیگه تمام شده است، یعنی ما چیزی به اسم انقلاب نخواهیم داشت، چیزی به عنوان قیام مردم نخواهیم داشت، چیزی به عنوان یک پتانسیل برای دفاع از مردم جان به لب رسیده و کف خیابون اومده نخواهیم داشت، یعنی ارتش. یعنی تمام ابزارها و اون ادواتی که جمهوری اسلامی برای رفرم شکلی احتیاج داره دستشه، اسرائیل که باش داره همکاری میکنه، بقیه کشورها هم که باش همکاری میکنن چون دارن ایران رو کلا غارت میکنن، پس چیزی دیگه کم و کسر نداره. فقط الان این سال 57 تنها صدی که دارن ارتشه. با توجه به اینکه اینا میخوان فرماندهان و امیران ارتش رو از سر راهشون بردارن، اولا که پیشنهاد کردیم که برای حمایت از ارتش و اینکه جمهوری اسلامی و سپاه تروریستی بفهمه همه ما ایرانیان حامی ارتش هستیم، عکس پروفایلاتون رو در توییتر، در اینستاگرام، در تلگرام، در فیسبوک لوگو ارتش شاهنشاهی بذارید. هر کسی که این پست رو خوند و این کار رو نکرد، مطمئن باشید به جای عکسش شما لوگو سپاه تروریستی پاسداران جمهوری اسلامی رو در نظر بگیرید. مطمئن باشید از دل سپاه اومده و به نفع جمهوری اسلامی میخواد کار کنه، بقا پیدا کنه. وگرنه هر یعنی بچه ترین آدم در دل اپوزیسیون میدونه تنها راه نجات مردم ایران ارتش ایرانه. این پروژه مال امروز نیست. خیلی تازه یادشون افتاده از رستاخیز سیمرغ بیان تقلید کنن بگن آره تنها راه نجات ایران حمایت از ارتشه، مثل شهرام شارلاتان، مثل تلویزیون ایران اینترنشنال. اما من میخوام لوگویی رو بهتون نشون بدم که طرح آشتی ارتش با ملت برای 5 سال پیشه. این طرحی که من بهتون نشون میدم به پیشنهاد خود من داده شد به آقای مهندس شهباز قهرمانی در سازمانی که من سخنگوش بودم و این طرح زده شد و من این اجازه رو دارم از این طرح استفاده کنم، اما تا الان استفاده نکردم. نگاه کنید دوستان، ارتش صلح شاهنشاهی ایران برای 5 سال پیشه. خب پروژه هایی که ما معرفی کردیم و اعلام کردیم در هر مقطعی، در هر جایگاهی، چه سعید قاسمی، چه مهران کمالپور، در قالب رستاخیز سیمرغ یا هر جایی بودیم، چیزایی بوده که از قبل آینده رو میدیدیم، میدونستیم که بابا چه اتفاقی در آینده به نفع کشورمونه. نمیخوایم منم بزنیم، طرف میره گند میزنه بعد ماله میکشیم میاد بلدش میکنه میگه منم من بودم و زنم. ما کاری که کردیم و میخواییم بگیم که آقا امروز حمایت کنید از ارتش. اگر دلتون برای ایران میسوزه، اگر دلتون میخواد تمامیت ارضی کشور حفظ بشه، اگر دلتون میخواد چین نتونه به جایی برسه، اگر دلتون میخواد روسیه از کشور ما خارج شه، اگر دلتون میخواد رژیم حقوق دریای خزر باطل بشه، اگر دلتون میخواد قراردادهای درازمدت 25 ساله با چین و هند کلم یکم بشه، باطل بشه و ملغا بشه و کار ما در دادگاه عالی لاهه، دیوان کیفری لاهه به نفع ایران تموم بشه، امروز تنها راهش یک کلمه است: حمایت از ارتش ایران. امروز شما میبینید ارتش تمام قد ایستاده از مردم ایران حمایت کنه. دیگه بالاتر از این جمله نمیتونست ارتش بگه که ارتش یا در کنار مردم ایستاده یا در پشت مردم ایستاده. اگر قرار بشود ارتش روزگاری در مقابل مردم بایستد، قرار بگیرد، برای تعظیم یا بوسه بر پای آنها جلوشون قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی بابا مردم، من از شما هستم، ازتون حمایت میکنم، جون ما هم به لبمون رسیده، برای اینکه جمهوری اسلامی رو بکنیم، دو ارتش و مردم مکمل هم دیگه هستن. اینو باید بفهمیم. حالا مطلبی که جناب قاسمی اعلام کرد در رابطه با ترور افراد، در رابطه با ترور فرماندهان، یک ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. اول فکر میکنم که صحبت جناب قاسمی رو باید بشنویم. صحبت جناب قاسمی رو که شنیدیم برگشتیم، بعد ببینیم که چه اتفاقی افتاده.
سعی جان اگه شما صحبتی داری بگو تا من اونو قرارش بدم. مراد توی فاصله ای که داریم میری ویدیو رو ببینید تلگرامتون لطفا چک کن، توی کرم ظاهرا تجمعی بوده دوستان سری ویدیو میگه فرستاد، حالا اونم چک کن توی فاصله اگر رسید، اگر هم نکه بله ویدیو رو بذارید لطفا. امروز پنجشنبه 12 تیر ماه 2579 شاهنشاهی ایرانی، دوستان آب دستتونه بذارید زمین و این ویدیو رو حتما حتما پخش کنید. ما قبلا در رستاخیز سیمرغ از طرحی به اسم طرح میثاق ولایت پرده برداری کردیم و دیدید گام به گام اتفاق افتاد تا به امروز. سه روز پیش در محلی به آدرس اتوبان افسریه، سرای تختی، میدان باکری، شهرک مطهری که این شهرک بغل پادگان سفری، این شهرک یک شهرک مسکونی نظامی هست که تمام تیم ترور جمهوری اسلامی و تمام لباس شخصی های جمهوری انگلشان آخوندی در این سوراخ زندگی میکنن و از این سوراخ مدیریت میشن و فرماندهی میشن. این حسین طائب و سردار نجات در این پادگان شهید مطهری به قول خودشون در معاونت 130 به فرماندهی سردار شهرابی، شخصی به نام سردار شهرابی که مسئول و فرمانده تیم ترور جمهوری اسلامی و تیم لباس شخصی جمهوری هست، جلسه برگزار شد که در این جلسه تعداد 25 اسم امیر ارتش یعنی تیمسار ارتش و 48 سرهنگ ارتش در این جلسه این اسامی به سردار شهرابی داده شد برای اینکه این افراد باید حذف فیزیکی بشن و نوع حذف این افراد هم به عهده خود سردار شهرابی و تیمش گذاشته شد. یادتون باشه دوستان اگر ملت ایران یک امید دارن برای اینکه حفظ تمامیت ارضی ایران و برای نابودی جمهوری انگلشان آخوندی و برای جلوگیری از کشتار بیشتر ملت ایران، اون امید فقط و فقط ارتش ایرانه و در روند طرح میثاق ولایت تصمیم به پاکسازی ارتش گرفته شده و این اسامی که من الان خدمتتون عرض می‌کنم در لیست اون امیران ارتش هست. شخصی به اسم امیر پوردستان، به اسم امیر موسوی، به اسم امیر تنگسیری، به اسم امیر ناصر آراسته، به اسم امیر احمد دادبین که احمد دادبین قبلا چند بار ترورش کردن و الان هم قطع نخواست، امیر فرج الله برات پور، امیر حسین حسنی سعدی و دریادار سیاری و چند تن دیگه در بخش امیران این لیست هستن و تعداد سرهنگان هم که خدمتون گفتم. این ویدیو رو پخش کنید، نذارید نقشه شوم نیروهای کثیف انگلستان و روسیه در سپاه انگلشان آخوندی اجرایی بشه. ارتش امید ملت ایرانه و ما مردم ایران هستیم که باید پشت ارتش بایستیم. بله دوستان، من عکسارم بهتون نشون دادم پیرو این صحبت ها. ببینیم چه کسی جونش رو از دست داده و خدمتتون عرض کنم که نه بهتر اینجوری بگی جان کمال، بهتر اینجوری بگیم که چه کسانی قراره حذف بشن. اولین حذفی که صورت گرفته من ویدیوشو نشون بدم تا دوستان ببینن عکسی که الان با همزمان با صحبت‌های جناب قاسمی من نشون دادم، جناب سرهنگ قمری چه کسی بود که جونشو از دست داد و حذف شد. اینو ببینیم برگردیم. این سرگومان گفتم خورم شرکه آزاد کردم چیه؟ خورم آزاد شد سپاه قومو آزاد کردیم. آره اولین واحدی که وارد خورم شد یک بوران از 55 عبابر بوران یکم دیگه خورم شد بوران 145 دشکر 92 بوران یک تیپ یک دشکر میشه که همزه دشکر 77 احتیاط به اضافه بعد از ما تازه دو بورهان، یکی تیپ البتی بود، بورهان که بگم چند نفر بودن؟ 25 نفر اونا بردانشان 220 نفر هست. خدمت شما از کنم یک بورهان هم از مازندران 25 کربلا
که مرتضی قربانی فرمانده شد. این کله یعنی کله ارتش، یعنی 95% ارتش خارج شد، 15% 5% سپاه. اینا گفت الانم سردار فضلی هفته پیش من مشهد بودم حوزه رضوی صحبت کردنم دعوت داشتم، یک کلام از ارتشش نبود. آقای اهرامیانپور استاد اونجا روحانی که من همیشه دعوت کنه و آقای فضلی یه نفرم از ارتش بوده بهش میگودن سیار، این همین نفتن ندرش به اونجا نشستن سیاد دلها به نام شهید سیاد شیرازی. و چون سپاه اول خرمشهر رو آزاد کرده من دارم صحبت کنم، نمیدونستم اونجا. بعد که آمد من آدی زرد کرد فکر کنم باید برم قصد میکرد. من که رفتم صحبت کردم، سپاه بسی صحبت کردم، حقایق رو گفتم. دانشجو رو 560 نفر بودن آمدن من رو دست بلند کردن، اینقدر داری من تشکیم سخت خواهد کنم شد. گفتن درود به ارتش که حقایق صحبت کنه، از این پشت نمیام. و بعد علت این بود ارتشم گفت دفاع کردیم کمان دو زد و خور کنن، سری به عرض امام رسید ترسل احمد آقا به پسرش. امام فرمودن که خود درمشن به خدا آزاد کرد، همه این نفس ها رد شد. علت اینه. اجازه ای شما که بالا بودید فیلم کیمیا درست کرده با چهار تا دختر چهار خوبه کاملا درسته. من تلگرام زدم زیر سوال مفتن رو بردن دادگاهی حالا بنخواست. گفتن بسیار ما خوشحالیم که کیمیا این کار کرده، چون ایشان خوشتیب و خوشگل بوده افتاده جلو از خرمشهر رفته بیرون، عراقی دنبالش رفتن، خدا داره که بیامرزه خرمشهر آزاد شد. اما این همین جمله میخواید برات بزنمش، نوشتم حضرت عباسی این خانم خوشنه کجاست ما بیریم باش صفحه کنیم. ما را برد از این سوال حاجه ها چراقی دادگاه انقلاب چاره قدسی ما را خواست. بودم حاجه ها ما حرف بد نزدیم حقیقت گفتیم، اگر بدت با آقا برو برو. سلام علی جام سنگ یه سلوات بفرد. حضرت حاج آقا آل هاشم پشتیبان ما بود، هنوز نرفته بود، ایشان هم با من آمد درود به شرف حاج آقا آل هاشم. سرهنگ سیفی سامنگای خود بله دوستان، ایشون جناب سرهنگ قمری بودن و بعد از این صحبتهایی که کردن حذف فیزیکی شدن توسط سپاه، همون کاری که با خیلی ها در ارتش خواستن بکنن ولی نتونستن، مثل احمد دادبین، امیر احمد دادبین هر کاری کردن که خواستن باشن ترورش کنن نتونستن، باش طرح دوستی ریختن از کوههای دربند پرتش کردن پایین، چهار تا پاسدار دو تا جلو دو تا پشت سرش حرکت میکنن و ناگهان پرتش میکنن پایین و به این خیال که امیر احمد دادبین فوت کرده از اونجا میرن، بعد متوجه میشن که نه زنده است و میرسونش بیمارستان خاتم الانبیا و قطع نخا میشه و الان در منزل هستش. منظور این که طرح میثاق ولایت شوخی نمیکنه. یه مطلب دیگه ای رو بگم خیلی جالبه که الان رسید دستم، تشکیل پرونده برای 5 مدیر و خبرنگار خبرگزاری ایرنا به علت انتشار مصاحبه معاون ارتش ایران. معاون ارتش ایران منظور امیر دریادار سیاری معاون هماهنگی ارتش ایران هستش، کسی که سالها در مقام فرماندهی نیروی دریایی ارتش از تمامیت ارضی کشور دفاع کرده. امیر دریادار سیاری کسی هستش که شهید زنده است، یعنی در سردخانه قرارش میدن، فکر میکنن که کشته شده در جنگ 8 ساله با عراق، اما بعد میبینن زنده است و تا امروز بعد از گذشت 43 سال خدمت در دل ارتش داره به ایران و ایرانی خدمت میکنه. و متن این مسئله که شکایت کرده به این صورتی که شکایت سپاه علیه 5 مدیر و خبرنگار ایرنا به خاطر مصاحبه با دریادار حبیب الله سیاری. مهدی محمودیان فعال مدنی در رشته توییتی خبر داده که با شکایت سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات برای 5 مدیر و خبرنگار خبرگزاری ایرنا به دلیل انتشار مصاحبه‌ای با حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش پرونده تشکیل شده و وسایل ارتباطی برخی از آنها توقیف شده است. محمودیان می نویسد جالب است بدانیم که این مصاحبه نه فقط به درخواست ارتش و در استدیو آنها و با حضور مدیران روابط عمومی ارتش ضبط شده است، بلکه سوالات نیز توسط همان رکن طراحی و پس از ضبط
گفتگو نیز توسط ارتش بازبینی و سپس تحویل ایرنا شده است. او ادامه می‌دهد سطح آزادی بیان به حدی رسیده است که نفر دوم ارتش جمهوری اسلامی و معاون هماهنگی ارتش قانونی این کشور نمی‌تواند بدون اجازه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رسانه‌ها صحبت کند. وقتی ما می‌گیم که از ارتش باید حمایت کنیم تا سپاه حساب کار بیاد دستش، یعنی این ارتش یعنی کسی که ثابت کرده در طول 41 سال همه جا گفته ارتش فدای ملت و جونش گذاشته کف دستش رفته توی میدون. امروز خبر کشته شدن یا فوت یک سرهنگ پزشک حامد پارسا معین که در دفاع از مردم ایران از مبتلایان به کرونا جون خودش از دست داده. شما برید بگردید ببینید چند تا پزشک در دل سپاه رفتن جونشون از دست بدن. در زاویه مقابل ببینید از دل ارتش، بهداری ارتش، سیستم ارتش چه خدماتی رو در طول همین کرونا انجام دادن. مگه غیر از اینه که سه تن از نیروهای وفادار ارتش در زلزله کرمانشاه و سر پل ذهاب صرفا با دیدن غم و اندوه مردم دق کردن، سکته کردن، جونشون رو از دست دادن؟ آیا یک نفر پاسدار، یک فرمانده ارتش همون موقع عزیزالله جعفری رفت با موبایل خاموش داشت سفارش میداد آره اینو بفرستید، بعد گندش در آمد ارتش از اون ور میرفت کشته میداد، دق میکردن با غم مردم، گریه میکردن، کشته میدادن، سپاه اون کارو میکرد. ارتش رو باید حمایت کنیم. سعید جان بفرمایید. بله دوستان جان، کمالپورنگ را دستت هست لطفا همین ویدیو رو ثابت تصویرش رو با اون عکس آگهی در گذشته ایشون رو این سرهنگ بذارید بغل هم لطفا اگه را دستت هست تصویر اون ویدیو رو، ویدیوی آقای علی قمبری، سرهنگ علی قمری و عکس آگهی فوتش رو خود ارتش گذاشته. اینا بذارید کنار هم دیگه اگه را دستت هست. بله دوستان این ویدیویی که دیدید چندی پیش توی فضای مجازی در حقیقت دست به دست میشد که یک سرهنگ ارتش داره اینجوری صحبت میکنه. ببینید امثال سرهنگ علی قمری ها اگر شما برید بیوگرافی این افراد رو بخونید اونجاست که متوجه میشید اینا نسلی بودن در دوره شاهنشاه آریامهر در اون ارتش شاهنشاهی ایران پا به ارتش گذاشتن، آموزش دیدن، حالا بعدش دیگه انقلاب شد، سران ارتش امثال فردوس و دیگران خیانت کردن و کاری ندارن، اما ارتش بود که در طول این سالها مانع از خیلی اقدامهای جمهوری انگلنشان آخوندی از جمله در جریان جنگ 8 ساله تحمیل شده به ملت ایران و تحمیل شده به ملت عراق توسط مافیایی که در قسمت قبلی برنامه در موردش توضیح دادیم که چه کشوری میخواست این جنگ شروع بشه. حالا امثال سرهنگ علی قمری ها دیگه به نوت خیلی خیلی کم دارن توی ارتش میشن. چرا؟ چون فاصله 41 سال از اون تاریخ داره میگذره و نسلی که اگر اون موقع بودن یا بعدش اومدن الان به مرحله بازنشستگی و از کار افتادگی رسیدن. در ارتش فعلی، در همین ارتشی که توسط جمهوری انگلنشان آخوندی زیر ظلم و ستم جمهوری انگلنشان آخوندی داره به قول معروف فعالیتشو انجام میدم، آدم های وطن پرست زیادن. ارتش فرمول و قانونش با سپاه فرق میکنه، اما امثال علی قمری ها برای اون نسل جدیدی که اومدن توی ارتش به عنوان الگو حساب میشن، به عنوان اسطوره حساب میشن، به عنوان یک سرباز حساب میشن. حالا شما فکر کنید اگر این افرادی مثل سرهنگ علی قمری و دیگرانی که حالا یکی از امیران هم الان بعد از این آگهی فوتش رو شما خواهید دید بعد از این اتفاق حذف شد، این افراد اگر به جمهوری اسلامی بتونه تو طرح میثاق ولایتش این افراد رو گلچین کنه، باور کنید دیگه اون جوش و هیجانی که باید توی ارتش به وجود بیاد که مقابل این ایران ستیزان و مافیای ایران ستیز بیستند رو خیلی سخت مردم میتونن بهش برسن. عکس هم دوستان نگاه کنید، عکس ویدیو و عکس آگهی فوت ایشون که خود ارتش هم آگهی فوت ایشون رو گذاشت. متوقع نداشته باشید که ارتش بیاد بنویسه
سرهنگ علی قمری ترور شد، یا این یکی جناب کمالپور، این یکی هم بذارید لطفا، امیر ارتش هوشنگ صدیقی، هوشنگ صدیقی، امیر سرتیپ خلبان هوشنگ صدیقی، از فرماندهان سابق نیروی هوایی ارتش، فرمانده ایشون هم سابق کل نیروی هوایی ارتش بود، ایشون هم حذف شدن دقیقاً بعد از 12 تیر ماه که ما اومدیم هشدار دادیم، اومدیم گفتیم ملت این ویدیوها رو پخش کنید، ملت ارتش به خودت بیاد، دارن ترورت میکنن، دارن از بین میبرنت، دارن بر علیه درونت کودتا میکنن، دارن از صحنه حذفت میکنن، و این خبر رو دادیم. شاید اگر همون روز آقای علی قمری این ویدیو رو میدید، مطمئن باشید الان زنده بود. نه تنها الان زنده بود، بلکه الان نشسته بود با هم فکراش، با هم رزماش، چون علی قمری اونجوری فکر میکرد که الان شما توی ویدیو دیدید. اون اندیشه یک سرباز ایرانی که دارید میبینید چجوری از خاک کشورش دفاع کرده و داره عملا میگه سپاه دروغ میگه، مزخرف میگه. اما همین سردار امیر صدیق و امثال اینها، درسته امیر صدیق شاید بازنشست شده، اما دقیقا مثل امیر دادبینی که الان جناب کمالپور در موردش توضیح داد، برای خودشون یک ارتش دارن. اینا توی ارتش به عنوان یک اسطوره‌ن، یک قهرمانن، یک پهلوانن، یک سربازن. حرفشون توی ارتش برش داره و خریدار داره. برای اینه که ما باید از ارتش دفاع کنیم، پشت ارتش بیستیم، و این ارتشه که میتونه ایران رو نجات بده. اینا مطلبی بود که خواستیم در ادامه این برنامه بهش بگم. آخر خدمت رو عرض کنم دوستان، در 3 کشور تجمعاتی هست به اعتراض در رابطه با قراردادی که با بین جمهوری اسلامی و چین میخواد بسته بشه. اعتراضات سراسری بر علیه قرارداد فاسد جمهوری اسلامی با حزب کمونیست چین، ما حامیان تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران در برابر تاراج منابع سرزمینی ایران سکوت نخواهیم کرد، روز دوشنبه 13 جولای ساعت 2 بعد از ظهر در برابر سفارت چین در واشنگتن دی سی جمع خواهیم شد تا بگوییم ایران فروشی نیست. لطفاً ماسک همراه خود داشته باشید، قطعاً دستکش هم همراه خودتون داشته باشید. دوشنبه 13 جولای 2 بعد از ظهر جلوی سفارت چین، شماره 3505 اینترنشنال پی آی ان دبلیو واشنگتن دی سی. این تجمع برای هر ایرانی است، با هر گرایشی، با هر فکری و هر اندیشه سیاسی. اما این در رابطه با آمریکا بود. همایش بعدی در ژنو، همایش اعتراضی به جمهوری اسلامی مقابل درب سازمان ملل، ژنو سوئیس، زمان جمعه آدینه 24 جولای 2020 از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر، اعتراض به اعدام جوانان معترض آبان ماه، قرارداد استعماری با چین، مجوز پلیس و هماهنگی توسط ملیگرایان مردمگرا انجام شده است. برای هماهنگی بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید: 2041 79 17 0 39 02. بانو مهرنگیز، بقیهش هم که مسئول کمیته محلی ملیگرایان فلان. اما مجوز بعدی در رابطه با لندن هست، خطش هم خیلی ریز، من سعی میکنم اینو بزرگترش بکنم که بتونم ببینم، امیدوار هستم. بله، فراخوان تظاهرات برای جلوگیری از واگذاری قسمتی از خاک ایران به چین، لندن جلوی سفارت چین، همین یک شنبه 12 جولای 2020 جویه. همین فلان. خب حالا اینایی که دیگه خودتون میتونید بخونید، به خاطر 5000 چینی در حال حاضر فلان. زمان تظاهرات همین یک شنبه 12 جولای از ساعت 15 تا 18، آدرس جلوی سفارت چین لندن، 31 پورتلند پلیس ماریلبون لندن، نزدیکترین ایستگاه قطار زیرزمینی آکسفورد ستریکس یا ریجنت پارک.
اینم گفتم که در جریان سه تجمع در واشنگتن، ژنو و لندن باشید دوستان. حتما اونایی که در توانشون هست در این تجمعات شرکت بکنید. در اتحادیه اروپا کار بسیار سخت و طاقت فرسایی آدم بتونه این کار رو انجام بده، تجمع بذاره، به خاطر اینکه ایرانیان با توجه به اندیشه‌های مختلفی که دارن خیلی سخت جمع میشن. اما خب توی این کشورها حالا به صورت مستقل شاید جمع بشن و خیلی هم عالیه، حمایت کنید. من تأکیدم بیشتر از همه برای سرنگونی جمهوری اسلامیه. برای اینکه بتونیم سریعتر به سرنگونی برسیم چند تا کار مهمه. یکی این که رسانه های فارسی زبان و کوچیک و بزرگ و فرقی نداره، همه رو بریزید سطل آشغال. از بی بی سی گرفته، ایران اینترنشنال گرفته، از صدای آمریکا گرفته، رادیو فردا گرفته، با تلویزیون های فارسی زبان لس آنجلسی، همه رو باید ریخت سطل آشغال تا بتونیم به صورت متمرکز حواسمون رو جمع کنیم برای سرنگونی جمهوری اسلامی. دو، بزرگترین برگ برنده ما برای گذر از جمهوری اسلامی، رسیدن به رستاخیز ملی، رسیدن به پیروزی، حمایت از ارتشه. تا نفس ارتشو نبریدن بیایم حمایت کنیم. تنها برگ برندهمون همینه. قطعا در برنامه‌های بعدی چون زمان نداریم بیشتر به این مقوله خواهیم پرداخت. جناب قاسم بفرمایید. دقیقا من فکر کنم چیز بوده دو سه دقیقه بیشتر زمان نداشته باشیم. نه، من فقط خواهش کرد دوستان دارم بچه‌ای که توی یوتیوب، توی تلگرام، توی اینستاگرام و توی فیسبوک، در آینده توی اینستاگرام برنامه رستاخیز سیمرغ می‌بینید، لطفا هر کجایی که برنامه رستاخیز سیمرغ آپلود میشه فرق نمی‌کنه، هر کانالی که بخواد باشه اون کانال رو حمایت کنید. بچه‌ها دوستان لطفا لینک یوتیوب رستاخیز سیمرغ، رستاخیز سیمرغ و رستاخیز سیمرغ 1 اینو برید توی یوتیوب کانال رو عضوش بشید، تقویتش کنید، لینکو برای دوستانتون بفرستید توی فضای مجازی کانال‌های دیگه و دوستانتون رو دعوت کنید. شما هم لطف کنید، همت کنید و از این طریق ما رو حمایت کنید که ما هم بتونیم بیشتر و بیشتر در خدمت دوستان باشیم و اطلاع رسانی کنیم. صفحه فیسبوک رستاخیز هم که الان برنامه داره پخش میشه، لطفاً هم خودتون اگر فالو نکردید فالو کنید، چون برنامه به سطح گسترده پخش میشه. ما پول بابت برنامه، بابت پخش برنامه نداریم، نه میتونیم بدیم. مثل یارو کلاغ قاچاق فروش نیستیم که پول مواد مخدر سپاه رو بیاریم بدیم به فیسبوک و همسال اینها. بنابراین اگه هر برنامه ما میذاریم 1000 تا شعر واقعی میشه، 1500 تا 2000 تا کامنت واقعی میگیره، 400-500 تا 600 تا لایک واقعی میگیره و همه ایرانیایی هستن که الان خودتون دارید زیر میبینید. ما هیچ چیز فیکی نداریم. بنابراین دوستان لطف کنید برنامه رو پخش کنید، چون هر شعری که شما توی فیسبوک این برنامه رو میکنید یه تیری میخوره به قلبه یه مشکوکونه، ولی یه پدرم برای کلاغ پیدا میشه. سپاسگزارم از همه دوستان، دکتر سروش مهراد، جناب کمالپور که کارگردانی کردن و همه عزیزانی که با ما بودن در این برنامه. پاینده ایران، جاوید شاه، خدا نگهدار. قربان سعید جان، بدرود. بله دوستان، پروفایلاتون رو عوض کنید با لوگو ارتش ایران. از اینکه 4 ساعت با ما همراه بودید سپاسگزارم. از یکایی که شما عزیزان بهترین ها رو هستن. یکی از عزیزان دیدم بانو داورنیه نوشتن که در دانمارک تجمع داریم یا نداریم. قطعا یه صحبت هایی باید بکنیم، بعد معلوم میشه که میشه این کارو کرد یا نمیشه. با توجه به شرایط فعلی کرونا ببینیم قوانین دانمارک چجوری با ما رفتار خواهد کرد، بعد صحبت خواهیم کرد. بهترین ها رو از صمیم قلبم برای یکایی که شما عزیزان در هر کجای دنیا که هستید آرزو میکنم. پاینده ایران و ایرانی برافراشته باد، پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان، تا جان در تن من است، تا خون در رگ من است، تا ابد جاویدا تنها کلام من است. تا یک برنامه دیگر از رستاخیز سیمرغ، بدرود. راستی دوستان، در پایان این برنامه کلیپ خونه ایرانی کجاست رو میذارم. هر جای برنامه قطع شد دیگه قطع شد. بدرود.